سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و ساعت من باشین. امروز برتان طریقی آماده کردن منتو را میگم که به شکل بسیار ساده و آسانش است. مواد لازم ما به نیم کیلو گوشت، البته گوشت کفته‌ای باشه، و دو دانه پیاز که ما را ریزه کردیم، پیاز متوسط، کم گشنیز، مرچ تند قدر ضرورت دار، و ما یک دانه زردک هم اضافه میکنم. ما این آپشنال است، اگر دوست داشته باشین میتونین، اگر نداشته باشین هیچ اضافه نکنین، و یک کم زر سیر. اول مواد منتو رو جور میکنیم که ما با یک کروی خود یک دوی لاسه قاشق روغن میندازیم و بعدا گوشت اضافه میکنیم. گوشت امرای ازی روغن کم سرخ میکنیم که پخته شوه، و بعدا بالای ازی دیگه مواد خود اضافه میکنیم. یک قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم، یک قاشق هم مرچ سیاه، یک قاشق مرچ سرخ تند، زردچوبه، و نیم قاشق هم زنجبیل. زردک هم ماده این ماشین میده میکنم. اگر شما از این ماشین در خانه نداری میتونین از تراشک هم بکشین، و بدنی را ما بالای گوشت خود اضافه میکنیم که این هم کم پخته شوه. زردک منتوره بسیار خوشمزه میسازه. اگر شما تا حال امتحان نکردین حتما یک بار امتحان کنین، شاید خوش شما هم بیایه. خب زردک برای یک دو سی دقیقه که امرای گوشت پخته کردیم، بعدا پیاز اضافه میکنیم، و پیاز هم به یک دو الی سه دقیقه تفت میدیم، زیاد هم پخته نمیکنیم که پیاز زود عل میشه. یک قاشق چایخوری سیر مندازیم، و سیر ما همیشه در آخر اضافه میکنم به خاطر از اینکه میخوام امو بوی سیر در غذا بمانه. و ایره خوب امرای گوشت یک جا میکس میکنیم. بعدا گشنیزه اضافه میکنیم، و گشنیزه هم یک دو چرخ میتیم، و بعدا زیر کرایی خود خاموش میکنیم. گوشت ما کاملا آماده است. برای یک چند دقیقه میمانیم که گوشت رو کم سرد شد، و بدنی رو پر میکنیم. قالبای دیگه منتو رو کم زیرش چرب میکنیم که بخاطر از این که وقتی منتو پخته میشه در این نچسبه. ما امروز این منتو را از خمیر آماده شده که از مارکت گرفتم آماده میکنم، و خواستم که به شما هم نشان بدم که شما میتونین براحتی از این خمیر استفاده کنین در خانه. اگر وقتتان کم از عاجل از وقت ندارین که خمیر تیار کنین و اوار کنین، و را طبعا وقت زیاد میگیره، شما میتونین از این خمیر های تیارم استفاده کنین. و ما زیادی وقت از این خمیر با منتو و آشک استفاده میکنم، بسیار خوبش و مزه دار میه.
کسایی که آشپزی را بلد نیستن یا تازه میخواین که یاد بگیرن، در نظرشان منتو بسیار یک غذای سخت و جنجالی میاید. اما برعکس، اگر شما از خمیر آماده استفاده کنین بسیار آسان است. شما در ظرف یک ساعت میتونین که یک منتوی خوشمزه آماده کنین در خانه و نوشیجان کنین. اول چهار کنج خمیره با آب کمی تر میکنیم و بعدا اونا را با یک دیگر یک جای میچسبانیم. ببینیم به این طریق، و بعدا دو گوشه دیگه هم با هم میچسبانیم و کوشش کنیم که زیادتر فشار بتین بچه کنیم که باز نشود. ببینیم که ما یک منتوی بسیار خوب و مقبول میتونیم از این آماده کنیم. من زیاد تفاوت بین مزه از این خمیر و از خمیری که خودم در دست گرفتیم زیاد تفاوت نداره، تقریبا یک چیز است. فقط یکانه تفاوتی که من میبینم در این منتو کم خورتر میایه و خمیری که خود ما در دست میگیریم اونا یک ذره کلانتر است. منتوها را زیاد نزدیک به یکی دیگر نپانین، بخاطر از اینکه وقتی که پخته شد ای کلانتر میکنه و او به یکی دیگر زیاد میچسبه، یک کمی فاصله در بینش باشه. سر منتو یک کمی روغنو میزنیم که منتوها شخک نبیه یا نرم میشوه. دیگه منتو را از نصف بالاتر آب پر میکنیم و میمانیم که آب جوش بخوره و بعدا پتنوس منتو را بالاش میمانیم و ایره بر 45 دقیقه تفت میدیم. تا وقتی که منتوی ما آماده میشه ما امو قرمه سر منتو را جور میکنیم. دالنخات نیم گلاس دالنخات میشوییم و بعدا ایره جوش میدیم بر یک 10 دقیقه. نیم گلاس روغن در کرایی مندازیم و میمانیم که روغن گرم بیاید. بعدا ساس بانجان رومی اضافه میکنیم و ایره کمه امرای روغن سرخ میکنیم و وقتی که دالنخات ما آماده شد دوره هم بالایش اضافه میکنیم. یک نیم قاشق نمک، مرچ تند و یک کمی هم از این مساله تهین مندازیم که همو قرمشه ترشمزه می سازه. حالا چکش جور میکنیم. البته چکه نیست، چکه در اینجا پیدا نمیشه در امریکا. ما از این ماست استفاده میکنم که این ماست هم بسیار خوشمزه است. این همو مزی چکه را میتا کمرای از این کم سیر و نمک هم اضافه میکنم و ایران آماده میکنیم بر روی منتو. خب حالا 45 یا یک ساعت گذشت، حالا منتوی ما آماده شده. حالا این را به ظرف خود دانه دانه میکشیم. ببینید که وقتی که منتو پخته شد خود بزرگتر میسازه. اول زیر خوری یا هر ظرف را که میکشین کمی چکه بزنین و بعدا منتوها را دانه دانه بالای از او بچینین. بعد از اینکه تمام منتو را کشیدین آر سرش چکره میزنین هر چقدر که دوست داشته باشین. بعضی ها زیاد چکره دوست دارن، بعضی ها کمتر. من شخصا خودم زیادتر دوست دارم، به اون خاطر زیادتر سرش چکره میزنم. بعد از اینکه چکره انداختین بالاش نعنای خشک کمی پاش بتین و بعد از او
قرمه که جور کردیم او را به سرش پاش میدیم. به خاطر تزیین روی غذا یکم گشنیز تازه و مرچ تازه اگر خواسته باشین میتونین برش پاش بدین که غذا را خوشگلتر و مقبولتر میسازه. تشکر که ویدیو را تا آخر تماشا کردین. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند پاک می سپارم. خدا حافظ.